به نام خدا، سلام بچه، امیدوارم حالت خوب باشه. این جلسه مسئله چالشی دیگه رو با هم دیگه حل میکنیم. مسئله معروف به معمای منطقی هست که تلویحا فقط هوش و خلاقیت فرد مقابل را به سنج و نیاز به دانستن قبلی توی ریاضی نداره. بریم ببینیم مسئله به چه صورت هست و این مسئله اصلا از کجا انتخاب شده. مسئله همینجور که اینجا نوشته شده، مسئله مرحله اول 16 المپیاد کامپیوتر کشوری بوده سال 1384. گفته که توی دبیرستان سعدی آزمون بین تمامی دانش آموزا برگزار میشه. این آزمون دو تا درس فیزیک و ریاضی داره. رتبه کل هر داوطلب با توجه به حاصل جمع نمره ریاضی و نمره فیزیک وی نسبت به سایر دانش آموز محاسب میشه. مثلا این آزمون های آزمایشیه، حالا قلم چی گزینه توی هرچی که برگزار میشه، سنجش، حتی کنکور، که اینا مراتب میگیرن و یه رتبه نهایی، مثلا یعنی میگن که طرف ریاضیش تمخیره، اون رتبه نهایی شخص مهم در اینجا ضریب هم نداره. حالا تعداد سوال های اینا اصلا ما نمیدونم، اصلا ممکن اصلا فقط یک سوال ریاضی باشه، یک سوال فیزیک. anyway، خیلی خوبه که یه سری اطلاعات نداره که شما نهایی حالا فقط با جنبه های ریاضی یا حساب و اینها حساب بکنید، بیشتر استدلالتون قوی بشه. گفته که در درس ریاضی من این را یادداشت بکنم، اطلاعاتم رو خلاصه بکنم. در درس ریاضی رتبه هفتم و در درس فیزیک رتبه 11. و کسب کرد. حالا میخوام ببینیم بدترین رتبه کلی که میتونه، حالا اینا در واقع منظوری نیستش که جمع نمرات تا مثلا اینجا هفتم و 11 رو با هم جمع کنیم و همیشه نوع رتبه نهایی. حالا من یه توضیح نمیدم. گفته بدترین رو ما دنباله چی هستیم؟ پرسشمون چیه؟ بدترین رتبه جمع کنیم. و یه نکته دیگه، در هیچ درسی دو نفر نمره یکسان نگرفتن. یعنی مثلا مهدی که مثلا رتبه هفتم گرفته توی مثلا ریاضی، مثلا علی هم نمره هفت نگرفت، علی یا شیش یا پنج، یه عدد دیگه ای، درست شد؟ یک کدوم این در واقع چون نداریم، این دیگه امکان پذیر نیستش. این منظورش اینه که آقا بذاری من اینجوری بنویسم، مسئله ساده هستش ولی برای اینکه درکی بهتری داشته باشیم، فرض کنیم مثلا ما یه سری افرادی داریم که این نمرات گرفتن، مثلا مهدی، مثلا اینجا مثال خود این سال مهدی مثلا نمره فیزیکش سوم شده و نمره حالا مثلا نمره فیزیکش دوم شده. اینجوری بگیم بذارین یه رنگ دیگه من بنویسم. مثال نمره فیزیکش دوم شده و نمره ریاضیشم سوم شده، مثلا مثلا سوم شد. خب ببینید، به این صورته که مثلا حالا یه شخصی یا با نارنجی مشخص میکنیم، مثلا شخص نارنجی نمره ریاضیش این شده، نمره
فیزیکش این شد. ما یک رو با سه جمع میکنیم. خب برای فرد نارنج میام یک رو با سه جمع میکنیم میشه چهار. بعد ما میایم برای مهدی میایم دو رو با سه جمع میکنیم میشه پنج. و برای این فرد هم فرض کنیم مثلا فرد چجوری بگم مثلا فرد سبز، این نمره ریاضیش بین هم نمره فیزیکش یک و دو جمع میشه میشه چند؟ جسته. کدوم از این عدد کمتر هست؟ سبز. پس نفر سبز میشه رتبه اول، نفر دوم که میشه نفر اول میشه سبز با این رنکینگ، نفر دوم میشه نارنجی رو عدد کمتری آورده، دوم میشه نارنجی و سوم میشه مهدی. منظور از این رتبه بندی به این صورت است. اما ایده ی حلش چیه؟ من اینا رو پاک بکنم، من یه سری چیزا رو بنویسم و بعد که زمانی کم تری گرفت بشه و تو اون رو صحبت بکنم. خب همینطور که این رو میبینم به صورت ستونی اون مهدی ها با رنگی نشون دارم، اون ریاضی ها رتبه ریاضی رتبه فیزیکش و بقیه رو با میشکی ممکنه سیست ما نمیدونیم از افعالی کلاب چند گره بخواهم تمام حالت رو لیست بکنم. این از قصد سوال اینطوری طرح کردن که نخواد کسی لیست بکنه در تمام حالت رو بنویسه. این ایده حل به این صورته، ایده حل میگیم چه کسی، اینجوری بگیم بهتره، چه کسی رتبه بهتری نسبت به مهدی در کلاس خواهد داشت. درست؟ ببینید کسی این اتفاق براش میفته که یا نمره ریاضیش یا نمره فیزیکش تو این محدوده باشه، یعنی از مهدی بهتر باشه. یعنی چی؟ یعنی دست کم جوابش میشه چی؟ دست کم در یکی از دروس از مهدی بهتر باشه. درست شد؟ حالا چند نفر تو ریاضی از مهدی بهترن؟ یه ریاضی اوپس. خب چند نفر از مهدی میتونن بدترین در واقع این بدترین حالت داریم در نظر میگیم، بدترین حالت چه کسانی از مهدی ریاضیشون بهتر میتونه باشه؟ 6 نفر. و اینجا M6 هم اینجا پس میشه 6 نفر. چند نفر میتونه فیزیکشون از مهدی بهتر باشه؟ اینجا F10. 10 نفر. پس میتونه 6 نفر ریاضیش بهتر باشن، اصلا این افراد مشترک هم نباشن. پس در کل حداکثر 16 نفر میتونن بهتر، یعنی این در واقع بدترین حالت همینه که این افراد متمایز باشن همشون. خب بدترین حالت دیگه، یعنی کسی که نمره فیزیک ریاضی جم 1 بود اصلا اینجا باشه.
درست؟ anyway. پس چی میشه جواب؟ جواب میشه حد اکثر شونزده نفر بالاتر از مهدی قرار میگیرند. یعنی چی؟ یعنی فرد A1 اینجا قرار میگیره، فرد A2 اینجا قرار میگیره، میاد اینجا قرار میگیره، اینجا میشه 16 هم و اینجا مهدی قرار میگیره و اینجا نفر بعدی. خب اینجا مهدی میشه نفر 17 هم و اینجا میشه نفر 18 هم. پس در بدترین حالت رتبه کلیه، بدترین حالت رتبه کلیش میشه چند؟ رتبه کلی اون میشه رتبه 17 و این هم جواب نهایی. امیدوارم که حالا زیاد توضیح نداده باشم یا بد توضیح نداده باشم، اصلا سعی کنم مسئله را باز بکنم. اگه ایده دیگه هم برای حل این مسئله داشته خوشحال میشم برام توی کامنت ها حتما بنویسین. ممنون میشم ازتون و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. مواظب خوبیاتون هم باشین و برای من بنویسین. اگه مسئله هم در این باره خودتون طرح کردین حتما برام توی کامنت بنویسین. ممنون. خدا نگهدار. مواظب خوبیاتون باشین.